با سلام به بینندگان تلویزیون برابری، در آستانه سالگرد قتل ژینا و جنبش زن زندگی آزادی قرار داریم. جنبش قدرتمند زنان در ایران که آنچنان لرزه بر حکومت پوشالی انداخته که حاکمیت برای رهایی از شرایط فرسایشی و مقابله با آن به شدیدترین نوع خشونت متوسل شده و سرکوب زنان را تنها راه چاره برگزیده. هر روز با زندانی کردن و تصویب لوایح سعی در ترساندن مردم و با محروموم کردن واحدهای صنفی تلاش می کند مردم را در مقابل هم قرار دهد. این عملکرد حاکمیت نشان از شکست کامل رژیم در تحمیل حجاب اجباری است، زیرا این سرکوب آخرین راه نجات حاکمیت است. برای بررسی بیشتر این سرکوب و خشونت همراه می شویم با دو فعال سیاسی و فعال حقوق زنان، خانما پروین کابولی و اسرین قادری. سلام رفقا، خوش اومدیم. من هم سلام دارم به شما و بیننده های عزیزتون، همینطور اسرین قادری. متشکر از دعوتتون هستم. خواهش میکنم. من هم سلام دارم خدمت شما و مهمان عزیزتون. تشکر اسرین جان. اگه اجازه بدید من سوالم رو از پروین عزیز شروع میکنم. پروین جان، ببینین، در طی مدت بعد از مرحله انقلاب ژینا، وقتی که مرحله در واقع نمیتونیم بگیم کاملا از بین رفته ولی فروکش کرده، در مرحله این فروکشی حکومت سرکوبش رو روز به روز شدت بیشتری بخشیده و مقاومت در مقابلش ما میبینیم که همچنان در جامعه جریان داره، علی‌رغم تمام لوایحی که دولت بر علیه اونا گذاشته، لوایحی که واقعا سخته و مقاومتی که واقعا ستودنی است. علت این سرکوب رو چی میبینی؟ در این حد فشاری که داره به جامعه وارد میکنه، علت تو در چی میبینی؟ راستش من خودم با واژه انقلاب ژینا زیاد موافق نیستم، برای اینکه ژینا جمهوری اسلامی به قتلش رسوند در ادامه یک سلسله اعتراضاتی که جامعه ایران بود و یک قربانی این وضعیت شد. در نتیجه این انقلاب، این خیزش انقلابی باید بگم، یک خیزشی بود که ما قبلا در سالهای قبل مشابهاش رو دیده بودیم، ولی در این دوره با یه عظمت، با یک سازماندهی جدید، با یک قدرت و در وهله اول با مقاومت زنا و تعرض زنا، در واقع باید بگم زنان ایران، جنبش برابری زن در ایران روبرو شد و دیدیم که چه اتفاقاتی در به ویژه 4 ماه 5 ماه اول افتاد. اینکه چرا دوباره جمهوری اسلامی داره دست به تعرض میزنه، طبعا این رو باید در اون اتفاقاتی که در گذشته و در چند سال گذشته به ویژه در رابطه با جمهوری اسلامی در ایران و تعرضی که مردم به جمهوری اسلامی و تمام اون چیزی که اسلام سیاسی در ایران بر اون پایه‌گذاری شده و تلاش میکنه که بردگی یه زن رو یه قانون بکنه، قانون کرده، آپارتاید جنسی یک به اصطلاح قوانین خودش رو داره در ایران، تلاش کرد جامعه ایران رو اسلامی کنه و تمام اینا پس زده شد. و بعدش هم دیدیم که در 2 سال گذشته ما در ایران زنا عملا دوفاکتو بیهجاب بودن و در بسیاری جاها حتی در ادارات دولتی که خود سران جمهوری اسلامی به اون اعتراف کردن، ما با مسئله کنار زدن حجاب های اسلامی روبرو بودیم و
خود اینا حتی در ادارات مسئله شده بود برای رژیم. در نتیجه اینکه چرا الان دوباره با گشت گشت و به اصطلاح یه نیروی خیلی فشرده‌ای برای دوباره به خیابون‌ها در تابستان امسال برگشته، باید در این اوضاعی که بود و در این اوضاعی که ادامه داره، برای اینکه زن‌ها یه سنگرهایی رو و حتی جامعه ایران باید به طور کلی بگم سنگرهایی رو گرفته و حاضر نیست از این سنگرها عقب نشینی بکنه. ما هنوز زنان رو میبینیم، مردم رو میبینیم که گروهی به رقص و آواز میپردازن، حتی در دوره این ماه عزاداری که به مردم تحمیل میکنن، همون دوره هم مردم در گوشه و کنار اون جایی که میتونستن این مختصات رو به هم زدن، شادی کردن، رقصیدن و تمام اینا نشون میده که جمهوری اسلامی با یه خیزش خیلی جدی روبرو شده. و به ویژه یک مسئله که به نظر من اهمیت داره در این دوره، تعرضی که به جمهوری اسلامی و خیزشی که شد در ایران یک فرقهای با گذشته داشت و فرقهاش این بود که این دوره سراسری بود، این دوره تونست جنبش های راست رو ایزوله کنه، جنبش های ملی و ناسیونالیستی رو ایزوله کنه. مردم در سراسر ایران تلاش میکردن اتحادشون رو نگه دارن و به ویژه خصلت عمومی این تعرض و خیزش انقلاب 1401 این بود که این جنبش به شدت رادیکال و چپ بود و از در واقع از جنس چپ بود و این رژیم رو نگران کرد و دیدیم که در اون پروسه هم که اتفاق افتاد چجوری جریانات قوم‌پرست و ناسیونالیست و عظمت طلب ایرانی کنار زده شدن. همه اینا یه فاکتورهای جدی رو برای جمهوری اسلامی با وجود آورده، در نتیجه دوباره برگشته، دوباره با زدن، زندانی کردن، دستگیری فعالین، دستگیری زنایی که توی خیابونها بدون حجاب، توی رستورانها، توی کافه‌ها بدون حجاب در حرکت هستن و میخواد به این شکل به تقابلی بره، چرا که میدونه سالگرد قتل دولتی ژینا یا مهسا امینی دوباره مردم خودشون رو دارن سازمان میدن و ممکنه اعتراضات وسیعی در ایران اتفاق بیفته. و بعد از مهسا هم به دلیل کشتار عظیمی که از بهترین جوانهای این جامعه کرد، ما 1500 به گفته سازمانهای حقوق بشر 1500 کشته داده شده مردم در ایران، و بگذاریم از مجروحین، بگذاریم از تعداد 30,000 زندانی، 15 تا 30,000 زندانی که صحبتش میکنه، در نتیجه داره یه موج دیگه ای میدونه که جامعه خودش رو براش داره آماده میکنه و جمهوری اسلامی هم تلاش میکنه مردم رو بترسونه و با این موجی که فکر میکنه در راهه و میدونیم ما هم ممکنه دوباره در شهریور 25 شهریور شروع بشه، روبرو بشه و میخواد با اون تقابل کنه. مرسی. من فقط اینجا یک چیز رو مطرح کنم که منم اعتقاد به این ندارم که این مرحله انقلاب ژینا بوده. منم اعتقاد بر خیزش انقلابی دارم نه انقلاب، و اگرم خیزش رو مطرح نکردم در واقع اشتباه لفظی بوده. به خودم اعتقاد بر خیزش انقلابی ژینا دارم و آخرین آماری که بر مبنای کشته ها دادن 600 کشته است تا حالا. البته احتمال داره که این خیلی بیشتر از 1500 تا و فراتر از این باشه، ولی اون آماری که به عنوان دقیق الان تا حالا مطرح شده و مشخصه است 600 تا کشته است و آخرین آماری که سازمان حقوق بشر در مورد دستگیری ها داده بیش از 60,000 نفر دستگیر شدن. یعنی ما فکر میکردیم که حالا 20,000 نفرن، ولی آمار جدیدی که دادن بیش از 60,000 نفر دستگیری داشته. نسرین، شما اینو، این سرکوب رو بر چه مبنایی میبینی؟ چگونه بهش فکر میکنی؟ بله، خب من ابتدا خیلی دوست دارم در مورد مسئله حجاب نکته رو عرض کنم. خب جامعه مثل جامعه ایران هیچ وقت پذیرای مسئله مثل حجاب نبودن. همون تظاهرات سه روزه زنان در سال 57 اتفاقا علیه همین مسئله بود و بعد اون هم مثلا دولت‌های مختلفی سر کار اومدن، از رفسنجانی بگیر تا همین رئیسی که میگن که
در فلان دوره مثلا مسئله حجاب زیاد مطرح نبوده و یا مهم نبوده و اصلا اینطور نیست. به نظر من قوانین جمهوری اسلامی یکی از ارکانش بر پایه حجاب هستش و هر سال قوانین و تفسیرهایی به اون اضافه میکنن و مخصوصا در گیرودار تابستون که به خاطر وضعیت آب و هوایی در ایران خب ممکنه که پوشش به نوع دیگه ای باشه. به همین خاطر مثلا جمهوری اسلامی روی این مسئله بیشتر فوکوس میکنه و منظورم در فصل تابستان هستش. همونطوری که عرض کردم خب مسئله حجاب برای جمهوری اسلامی یکی از ارکان اصلیشه و این هویت و ارزشی که سالها خودشو با اون به جامعه های دیگه معرفی کرده نمیخواد این ارزششو از دست بده و دقیقا همین مسئله ژینا امینی هم توسط همین گشت ارشاد بود که ما دیدیم داستانش رو از حفظیم همگی که به طرز وحشیانه چجوری بهش حمله کردن و بعد جونش رو از دست داد. و به نظر من سرکوب در این مقطع یکی از شاید از آخرین ابزارها و یا از آخرین شگردهای جمهوری اسلامی باشه که بهش پناه برده و خیلی هم طبیعی هستش. در مقابل این موضوع، در مقابل مسئله سرکوب، موضوعی که بسیار مهمه به نظر من مسئله مقاومت هستش. این مسئله مقاومت زنان که همونطوری که گفتم از سال 57 تا الان انکارناپذیره، ولی این دفعه با اون تفاوت‌هایی که خانم کابولی هم اشاره کردن، این بار دیگه فکر می‌کنم زنان اون دستاوردهایی که به دست آوردن رو نمیخوان، یعنی جمهوری اسلامی نمیتونه ازشون دوباره بگیره. اینکه در کافه ها میشینن، اینکه در فضای عمومی بدون حجاب حضور پیدا میکنن، اینکه نویسنده، شاعر، آثار هنری زیادی در این مقطع ما دیدیم که در سطح بسیار گسترده در فضای مجازی و سایر فضاهای دیگه انتشار یافتن. خب به نظرم نمیتونیم بگیم که سرکوب میتونه روی این موضوعات تأثیر داشته باشه. موضوعی که بسیار مهمه همونطوری که گفتم مسئله مقاومت هستش که در این مقطع به نظرم قابل ستایش هستش و طبیعتاً هر جنبشی فازهای مختلف خودش رو داره و ممکنه در این فاز به نوعی میشه گفت که در فاز گذار هستش جامعه ایران تا مراحل بعدی، یک تنفسی دیگه به این خیزش انقلابی که 6 ماه، این شوخی نیست، 6 ماه اون مردم در کف خیابون سینه به سینه بدون اسلحه علیه حکومت وایستادن. کاملا درست میگی، یعنی اون چیزی که مطرح کردی به عنوان حجاب، حجاب پاشنه آشیل حاکمیت جمهوری اسلامیه. یعنی اگه حجاب با فکر میکنم از حاکمیت جمهوری اسلامی بگیرن، خودش هم میدونه که هویتی در جامعه نخواهد داشت و به خاطر همین یکی از مقاومت‌هایی که دائما داره سرکوب میکنه، به عنوان ابزار استفاده میکنه که اینو نگه داره، همین مسئله است. ببین، آیا فکر میکنی که این رژیم با تمام این صحبت‌هایی که شما کردین، آیا میتونه با این سرکوب‌ها، با این فشارها جامعه رو به قبل از در واقع خیزش انقلابی ژینا برگردونه؟ باید متوجه این مسئله باشیم که جمهوری اسلامی هنوز سرکار تلاش میکنه که خودش رو از این تلاطماتی که براش به وجود اومد، خیزشی که بر علیهش شد، نجات بده و دوباره روی پاهاش بیسته. جمهوری اسلامی ضربه خیلی سختی خورده ولی هنوز هست، هنوز حکومت میکنه، این رو باید پذیرفت. منتها این که جمهوری اسلامی و یا مردم به دوره قبل از قتل مهسا امینی برمیگردن به نظرم بسیار مشکله. مشکل به این لحاظ که در دوره های قبل خصوصیاتی که داشتن تعرض‌های مثلا آبان 98 بود و دی ماه 96، اگه درست سالاش رو گفته باشم، یه به اصطلاح یه چیز داشت، یه دونه اختلافاتی با این دوره داشت. این دوره
این اعتراضات و خیزشی که شد به شدت ضد مذهبی بود و به شدت تمام پایه های اسلام سیاسی رو در ایران زیر سوال برد. این رو باید تأکید کنیم و من همیشه تأکید میکنم. جنبشی که بر علیه حجاب اسلامی و تأکید میکنم حجاب اسلامی است و جنبش آزادی زن، به نظر من فقط مسئله این که زن چه پوششی داشته باشه نیست، بلکه حجاب به عنوان بیرق اسلام سیاسی در ایران یک اصل مهم رژیم آپارتاید جنسی در ایرانه و غیر از اون با حجاب حمله به تمام دستاوردهایی که جامعه بشری با اون خودش رو امروز تلاقی میکنه، با اون خودش رو تطبیق میده، حمله به همه ایناست و از طریق زن جمهوری اسلامی تلاش میکنه که جامعه ایران رو به عقب برانه. از این دریچه اون مثالی که اسرین زد در مورد اون سه روز 10 روز بود که من فکر میکنم با توجه به سن و سالم و دوری که بودم و خودم در اون تظاهرات بزرگ تهران شرکت داشتم و بعد در مقابل دادگستری جمع شدن و اعتراضاتی که بعد از اون، در واقع جمهوری اسلامی پایه های لرزان حکومتی رو که میرفت به قول خودشون سیل اونو ببره با حجاب اسلامی در ایران محکم کرد. و بعد از اون دور است که ما میبینیم وقتی که سرکوب میشه و بعد کارگران و کمیته های کارخونه هایی که تشکیل شد بعد از گشایشی که در قیام 58 به وجود اومد، همه اینا سرکوب میشن، بعد از اون زندان ها پر از زندانیان سیاسی میشن و قتل عام های 60 و 67 اتفاق میفته و بعد از اون جامعه به یه دوره سکوتی میره. ولی الان جامعه ایران با یه واقعیتی روبروه و جمهوری اسلامی نمیدونه. مردم ایران در کمینه تمام این چارچوبی هستن که اسلام و قوانین اسلامی تلاش میکنه و تا حدی هم زیاد جمهوری اسلامی تونسته در همه جا بسیاری از این قوانین رو پیاده کنه، ولی میدونه که حجابی که سر زن ایرانی هست امروز حجابیه که از پونزی که رفسنجانی دستش گرفت شروع شد، امروز با قتل و با زندانی کردن و با کشتار جوانا در خیابونها هنوز تونسته نگهش داره، تازه اگه اونم تونسته باشه نگهش داشته باشه. در نتیجه این در منتالیتت جامعه ایران میدونم که این حجاب یه دردی داره که جمهوری اسلامی خودش به خودش آویزون کرده و اونم به خاطر اینکه خودش رو نگه داره، نظامش رو نگه داره، رژیم سرکوبگرش رو که فقر و تهیدستی و تنگ دستی و فحشا و کار کودکان رو به میلیون ها انسان در جامعه ایران تحمیل کرده میخواد. اگر این پرچم از دستش بیفته در واقع میتونه سنگرهای دیگه هم رو بهش تحمیل کنه و اصلا رژیمش سرنگون بشه. این یه جنگیه که ادامه داره و به نظر من این سنگری که الان جنبش برابری خواهی و آزادی خواهی در ایران همراه با زنان و مردان آزادی خواه تونستن به دست بیارن، یه سنگریه که میتونه فقط با سازماندهی، با اعتراضات سراسری، با به میدون اومدن هزاران هزار کارگری که از کمترین معیشت، فاقد کمترین معیشت هستش، میتونه با اون حفظ بشه. این سنگر به تنهایی نمیتونه ادامه پیدا کنه و به نظر من باید دوره آتی یک دوره برای سازماندهی، برای تعرض به کلیت جمهوری. همینجا اجازه بده اینو تو سوالات بعدی از نصر اسرینم بپرسم، بعد در سوالات بعدی میتونین اینکه چگونه میشه با اون مقابله کرد و بپردازیم، چون از نظر اسرینم تو این مورد بپرسم. در مورد اون 10 روز هم که میگی کاملا درسته، 3 روز زمانی بوده که اسرین جان نیروهای چپ برخلاف این که میگن اصلا در اون حرکتی بوده که توسط نیروهای چپ شروع شده بود
و کادر درمانی بیمارستان امام خمینی تهران شروع شد. با نیرو در واقع نقش اصلی رو نیروهای چپ داشتن، ولی متاسفانه زنانی که چپ شرکت داشتن، از جمله خود من که در شرکت داشتیم، با پیامی که اومده بود که از طرف سازمان جریانی که بهش بودیم که مسئله مبارزه امپریالیست رو عمده کرده بودن برای ما در اون مقطع، روز سوم اکثر زنان چپ خودشون از این مبارزه کنار کشیدن و این مبارزه هم تا 7 روز ادامه پیدا کرده بود که روز هفتم دیگه به خاطر همون حضور نداشتن زنان چپ نتونست نقش اصلی خودش رو ایفا کنه و در واقع کنار کشیده شد. بعد نظر خودتو حالا میخوام در مورد این مسئله بدونم که فکر میکنی آیا واقعا این، یعنی اونجوری که پروین توضیح داد کاملا ما داریم، یعنی هیچ جامعه‌ای، من فکر نمیکنم زنان اون جامعه اینقدر صبورانه و مقاوم در مقابل هدفی که دارن ایستاده باشن. یعنی رژیم به کثیف‌ترین، به وحشیانه‌ترین، در واقع فاشیستی‌ترین شیوه ها سعی میکنه جامعه رو سرکوب کنه، ولی میبینیم نسل جوان چگونه با شهامت تمام در تمام محیط هنوز حضور داره. و همین چیزی رو که پروین مطرح کرد، مسئله رقص در ایام محرم که خیلی حتی به حالت عادی مردم این کار رو نمی کردن و میان الان انجام میدن، و اتفاقا حرکت های اخیری که در پارکا دوباره شروع شده، اینا همه نشانه مقاومت زنانه. خودت چه فکر میکنی با تمام این مقاومت هایی که میبینی، آیا باز جامعه میتونه با این سرکوب بقیه برگرده یا نه؟ خب طبیعتا همونطور که هر دوی شما توضیح دادین، منم موافق این نظر هستم که این دستاوردها، البته در صحبت‌های قبلی هم تقریبا اشاره شد، این دستاوردهای نسبی که به دست اومده در این خیزش انقلابی هیچ وقت فکر میکنم دیگه قابل برگشت نیستش. ولی خب این موضوع رو نباید یه حرکتی دونست که مثلا صرفا به این خیزش انقلابی ما اختصاصش بدیم. ما از سالها، خیلی سالها قبل، از دهه 60 به این طرف تقریبا ما قیام‌های مختلفی رو داشتیم. قیام مردمی سال مثلا 88 رو داشتیم، 96 رو داشتیم، 97 رو داشتیم. جنبش‌های مختلفی توی ایران حضور داشتند، ولی خب جنبش زنان با توجه به اون ستم مضاعفی که، با توجه به اون قید و بندهایی که بر سر راه این جنبش هستش، به نظرم بسیار بسیار حرکت‌هاشون، تاکتیک‌هاشون در سطح خیلی بالایی قرار داره و طبیعتاً فکر می‌کنم در این دوره هم جمهوری اسلامی شکست خورده باشه. ولی خب همونطوری که رفیقمون هم اشاره کردن، خب علل عموم هنوز چهارچوب این سیستم هستش و به نام جمهوری اسلامی و تمامی ارکان‌های اون فعلا سر جای خودش مونده، ولی اون ابهت و اون هویت و اون چی بهش میگن، مقبولیت اجتماعی در بین مردم، هرچند که در سالهای اخیر هم نداشت، ولی این اواخر دیگه کلن در بین مردم از دستش داده و به همین خاطر فکر میکنم سرکوب نمیتونه بسیار دووم بیاره و ادامه دار باشه، حداقل در آستانه سالگرد مرگ ژینا هستیم ما و فکر میکنم تمامی جنبش ها آمادگی کافی رو داشته باشن با توجه به درس ها و کمبودهایی که در حداقل 6 ماه اخیر اگه بوده باشه، سعی میکنن که اینا رو رفع و رجوع کنن و به نوع دیگه در صحنه حضور پیدا کنن. مرسی. پروین، من اینجا یه چیزی که برام مطرحه در ارتباط با، خب همه ما میدونیم که همجور که مطرح کردیم، این در واقع علتی که طولانی شده و علتی که مردم تونستن تو صحنه بیشتر حضور داشته باشن برخلاف 96 و 98، در واقع هر مرحله تکامل یافته تر ما اینو میبینیم، این
خیزش و حرکت ها رو هر مرحله از مرحله قبل تکامل یافته تر خواهیم دید. و این مرحله حضور زنان همه ما میدونیم که خب خیلی ویژه تر بود نسبت به 96, 98, 88 خیلی ویژه تر بوده. بر مبنای اون چیزی رو که حضور زنان در واقع میشه گفت حتی رهبری زنان در این جنبش مطرح بوده، خیلی ها این مسئله رو در واقع این خیزش انقلابی رو طبقاتی ارزیابی نمی کنن. شما چگونه می بینید؟ من فقط یه توضیح کوچیک بدم در رابطه با اون توضیحی که شما در رابطه با اینکه سازمان‌های چپ شرکت نکردن. من خودم جزء اون جریانات ها و سازمان‌های چپی بودم. اون موقع با کومله کار میکردم در تهران و همینطور اتحاد مبارزان یادمه و جریانات خط سه. اینا جریاناتی بودن که این تحلیلی که شما یعنی تحلیلی که شما داشتین که نباید به این تظاهرات رفت یا عقب نشینی کرد، اینطوری نبود، بلکه جریاناتی عقب نشینی کردن که خمینی رو ضد امپریالیست میدونستن و همین یه بعدن منجر شد به اتفاقاتی سیاسی که در ایران افتاد که الان جاش نیست من بیشتر از این صحبت بکنم. البته اینجا صحبتتون رو من نگه دارم که تمام نیروهای چپ نبودن، یعنی نیروهایی که نام بردی همشون تا آخر حضور نداشتن، فقط تنها چیزی که بود اتحادیه بوده که به عنوان چیز ادامه داده بود تا مرحله آخر باش پیش اومد. اکثر نیروهای چپ در اون مقطع چون شروع انقلاب بوده رها کردن، فقط سازمان چریکای فدایی نبود، گروه های دیگه هم ول کرده بود. به هر حال تحلیل ما این نبود به این لحاظ، فقط این توضیح کوچیک رو دادم. اما در رابطه با اینکه این جنبش طبقاتی نیست از سوال شما که اینو من گرفتم و یا اینکه رهبری زنا یا این انقلاب مثلا فقط زنا هستن و اینا، اصلا شواهد این نیست و اتفاقاتی هم که در جامعه ایران افتاد این نیست. بسیاری از جوانان و زنانی که در این خیزش اخیر، خیزش 1401، متاسفانه جان باختند، در زندان ها نشستند، فرزندان خانواده های زحمتکش و فعالین سیاسی حقوق و برای آزادی زن هستند و به این لحاظ این یک به اصطلاح تبلیغیه که به نظر من نباید بهش گوش داد و از جانب جریانات راست به این تحمیل میشه. در رابطه با رهبری زنان، ببینین بحثی که من دارم اینه که شما خود این خیزش انقلابی رو و خود حرکت انقلابی زنان رو در ایران نمیتونی از بطن جامعه ایران جدا کنید و بعد یک رهبری زنانه بهش بدید و بخواید که زنان برای یک سری خواستهای خودشون یک سری مبارزه کنن. ما الان بحثمون اینه که زنا همون روزی که اینا برشون گردوندند ایران، زنا بر علیهشون وایسادن و کجا وایسادن؟ اونجایی که دیدن که به حقوق اجتماعی و به حقوق به اصطلاح جهان شمول زنا دارن سعی میکنن تعرض کنن و با اون جامعه رو به عقب بنشونن. مسئله و در تمام دوره ها، در تمام دوره هایی که زنان اعتراض کردن، این جامعه به کل بوده که پشت این زنا بوده. این جامعه مترقی و روشن ایران بوده، مردم متمدن ایران بودن که زمانی که دختراشون اونطوری که میخواستن لباس بپوشن رفتن بیرون، ازشون پشتیبانی کردن. در نتیجه شما منظورم فرد شما نیست، منظورم اینه که ما نمیتونیم از این یه انقلابی زنانه برای زنان اسم ببریم. این یک خیزشی هستش، یه حرکتی هستش که زنا به دلیل اون ستمی که در جامعه ایران،
اون آپارتاید جنسی که در جامعه ایران بهشون تحمیل شده، بهشون تحمیل شده که نتونن کار کنن اونجوری که خودشون میخوان، با وجود تحصیلات، با وجود اینکه اشغال بیشترین صندلی ها در یه دوره در دانشگاه های ایران، نمیتونن کار پیدا کنن، نمیتونن اونجوری که میخوان زندگی کنن. و تمام اینا وقتی که به کل بقیه جامعه نگاه میکنیم، میبینیم که درصد زیادی از زنایی که حتی خودشون سرپرست خانواده هاشون هستن، برای اینکه بتونن زندگیشون رو تأمین بکنن، این زنا تنفروشی میکنن و بسیاری مصائب دیگهی که به جامعه ایران تحمیل شده. چرا این جنبش برای آزادی زن انقدر تونسته تا امروز مقاومت کنه و امروز این پرچم دستشه؟ به خاطر اینکه از پشتیبانی جامعه در اون جامعه رادیکال و برابری طلب برخوردار بوده. در نتیجه من اینجوری نمیبینم که چرا زنا مثلا نمیتونن، مثلا آیا میتونن رهبری بگیرن؟ نه، اتفاقا یه خصوصیتی که در این دوره در خیزش اخیر بیشتر و بیشتر دیده شد، توقعی بود که از طبقه کارگر به عنوان رهبر رادیکال و به عنوان طبقه قشری که میاد و پایان میده به این وضعیت، توقع خیلی بالا بود. اگر یادتون باشه در همین خیزش اخیر، در دوره مدام به محض اینکه کارگران می اومدن بیرون و در شرایط بسیار به اصطلاح ملیتاریزیده شدن تمام محل های کار، با وجود این تعدادشون می اومد بیرون، بلافاصله به شعار بسیاری از اعتراضات تبدیل می شد. حتی شعار کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما، که مار دوره انقلاب 57 بود، دوباره اومده بود جلوی جامعه قرار گرفته بود. یعنی اون توقعی که میدونم که اون کسی که پایان میده، برای اینکه میتونه رژیم جمهوری اسلامی سقوط کنه، یه رژیم دیگه بیاد که خب من مثلا مشکلی ندارم با حجاب، ولی مسئله اصلی گرسنگی، بی‌عدالتی و فقر در جامعه ایران برقرار خواهد بود. و این چیزی هستش که زنا، جنبش آزادی زن، دست در دست دیگر زحمتکشان جامعه میتونه پیش ببره و میتونه اینجوری موفق بشه. ولی به تنهایی نمیتونه. ما میتونیم، خود شما در اروپا دیدین، میدونین که جنبش های فمینیستی خیلی خیلی تقلا کرده باشن، تونستن یه حقوقای مدنی و اجتماعی به دست بیارن، در یه دوری بسیار موفق بودن. الان دوباره این دستاوردها در دوران بحران سرمایه‌داری در اروپا و غرب، دنیای غرب بگیم، داره پس گرفته میشه و الان دوره دیگه رفرم نیست، دوره حرکت‌های قدم به قدم نیست. و ما دیدیم که رژیم‌هایی هم که تغییر کرد در اروپا بعد از فروپاشی بلوک شرق، وقتی که روی سر کار اومدن، دولت‌های بقایت هار و راست سرمایه‌داری بودن. در نتیجه اون چیزی که جامعه ایران و خصلت این دوره جنبش خیزش انقلابی در ایران بود، اینه که به شدت رادیکاله، به شدت چپه و بهترین و رادیکالترین در واقع شعارها رو مطرح کرد و اون رو به پرچم خودش تبدیل کرد، آزادی و برابری بدون هیچ قید و شرطی. و این امکان نداره که با هیچ رفرمی به دست بیاد و یا اینکه زنان خودشون پرچم برابری رو به تنهایی به دست بگیرن، این غیر ممکن هستش. من البته سوالم بر مبنای نبود که زنان به تنهایی میتونن بگیرن یا نه. از اونجایی که نقش زنان عمده تر بوده، شما تو توضیحاتتون هم مطرح کردین، خیلی از نیروهای راست یا حتی بعضی از نیروهای چپ اعتقاد بر این داشتن که این جنبش جنبش طبقاتی نیست. من روی این مسئله طبقاتی بودنش برام سواله که آیا شما اینو طبقاتی میبینین مبارزه اخیر صورت گرفته یا نه؟ اینو فقط جنبه
به اصطلاح برای فقط حقوق مدنی اینا حرکت صورت گرفته این جنبش. من میخوام ببینم چون ارزیابی که خودتون دارین افرادی که درش شرکت کردن در توضیح صحبت قبلیتون که مطرح کردین اینکه فرزندان کارگران بودن و خیلی از یعنی نیروهای کارگری در جامعه حضور داشت، در این حرکت حضور داشته، شاید به عنوان یک طبقه مشخص حضور پیدا نکرده ولی حضور داشتن در این جنبش و این جنبش به تنهایی خاص زنان نبوده ولی نقش زنان درش عمده تر بوده به خاطر که نوع مبارزه‌ای رو که برگزیده بودن و حاکمیت روش پافشاری زیادی کرد و همونطور که در سال اول مطرح کردیم که به عنوان پاشنه آشیل که حجاب مطرح شده بود روش پافشاری کردن و در چارچوب اون شعار زن زندگی آزادی خواستن پیش برن. آیا اینو طبقاتی میبینین یا نه طبقاتی نبوده؟ این که توقع ما از طبقه کارگر تا چه حدی بوده کاملا درسته، یعنی اون برمیگرده به شرایط جامعه و اینکه این جامعه خودش طبقه کارگر تشخیص میده که کی به صحنه بیاد و کی به صحنه نیاد، اون کاملا درست میفرمایید. ولی من میخوام ببینم ارزیابی شما از خود این جنبش، این جنبش رو طبقاتی میبینی یا نه، این حرکت خیزش انقلابی رو طبقاتی میبینی یا نه؟ جواب بدم؟ بله. مرسی که دوباره میکروفون به من دادین. درست میگین، سوال شما اینم توش بود. من فکر میکنم که این جنبش، شما جنبش های اجتماعی رو به این شکل نمیتونی جدا کرد که این چقدر طبقاتیه یا چقدر طبقاتی نیست. در نتیجه وقتی که شما در متن این جنبش خیزش انقلابی نگاه میکنید، میبینی که حرکتی که شده، اولا درسته که چهره رو به بیرون این حرکت در وهله این اول زنان بودن، در نتیجه شما در یک جنبش نمیگردین که ببینین این منظورم شما بازم روشن کنم کلن در این جنبش نمیتونیم بریم بگیم فلانی چقدر وضع مالیش خوب بود، به طبقه کارگر تعلق نداشت یا تعلق داشت. جنبش های اجتماعی رو باید از شعارشون و روند حرکتشون تشخیص داد که به کجا میرن و کدوم شعارهای طبقاتی رو مطرح میکنن. به نظر من جنبش برای آزادی زن یا جنبش آزادی زن در ایران یه جنبشیه که همیشه با رادیکال ترین خواسته ها جلو اومده و اون خواسته هایی که در واقع الان به شدت در جامعه ایران اکتواله و یکی اون که جامعه ایران به شدت داره ضد مذهب میشه و بیشتر و روز به روز هم بیشتر ضد مذهب میشه. این عکس ها و فیلم هایی که از تظاهرات های مختلف و دولتی اینا رو ول کنین، این هیچیز در متن جامعه ایران، در متن جامعه ایران بی مذهبی به شدت داره رواج پیدا میکنه و این مهم نیست که شما کجای این جامعه هستید. و دیگه اینکه بی حقوقی که به زنا تحمیل میشه، بی حقوقی وقتی به زنا تحمیل میشه و آپارتاید جنسی که به زنا در ایران تحمیل شده، در وهله اول اتفاقا ضعیفترین اقشار جامعه ایران که زنان و مردان و خانواده های زحمت کشان باشن مورد به اصطلاح هدف این قوانین آپارتاید جنسی قرار میگن. ولی یک جنبش قدرتمندی الان در ایران هست که این جنبش قدرتمند میتونه طبقات مختلف در رابطه با زنا دارم میگم، طبقات مختلف رو داشته باشه در خودش و اون منتها میبینیم که این شعارها و حرکتی که داره میکنه و اهداف و آمالی که در مقابل خودش قرار داره به راست جامعه تعلق نداره، بلکه به چپ جامعه و به جامعه زحمتکشان و به آمال اونا تعلق داره. به این لحاظ میتونیم بگیم و به این لحاظ برای من مهم هستش که بگم زمانی این جنبش میتونه موفق باشه که طبقه کارگر با رهبری و سازماندهی خودش بیاد و زنا با این حرکت رادیکالشون در کنار اون برای سرنگونی جمهوری اسلامی و سرنگونی سرمایه‌داری در ایران حرکت کنن.
مرسی. اسرین شما چگونه میبینی؟ همین سوالی رو که من از پروین کردم میخوام ببینم که شما چجوری میبینی؟ چون ادهی واقعا اعتقادشون برای بود که اصلا این مبارزه مبارزه طاعاتی نیست. بله. خب واقعیتش من فکر میکنم که حضور این که گسترده زنان در همچین شرایطی اصلا قابل پیش بینی بود، یعنی قابل انتظار بود که در این سطح این بار زنان بیان جلو، و چون که جنبش زنان صاحب کارنامه خیلی خوبیه در ایران، همیشه یکی از جنبش هایی بوده که مطرح بوده و علیه اون ایدئولوژی مذهبی و زن ستیزانه که توی جمهوری اسلامی هستش 45 ساله که داره مبارزه میکنه. و من فکر میکنم خب جنبش زنان به همین دلیله که بیشتر رخ نمایی کرد، به همین دلیل ستم مضاعفی که روش اعمال میشه متاسفانه، وگرنه خب زنان هم در کنار طبقه کارگر از همون فقر، از همون وضعیت اقتصادی نابسامان، از همون وضعیت سیاسی و اجتماعی که توی جامعه هستش، خب اینا هم بخشی از جامعه هستن، خب بالاخره زنان هم شاملش میشن. و فقط از این لحاظ میشه گفت که زنان حضور گسترده تری داشتن، چون که نسبت بهشون ستم مضاعفتری اعمال شده. و همیشه من بر این عقیدم که هر جا که ستم بیشتر باشه، مثلا ما جغرافیایی مثل کردستان رو داریم، اونجا ستم علاوه بر ستم های دیگه مثلا ستم ملی هم اعمال میشه، خب مسلما اونجا مبارزه ممکنه، حالا به دلایل دیگه شم که وجود احزاب و اینا هستش اشاره نمی کنم اینجا، ولی خب با توجه به این ستم مضاعفی که اونجا هستش، خب ما هر روز میبینیم که در مقابل رژیم جنگ و گریز هستش. و من فکر میکنم این دفعه هم این مبارزه، این خیزش انقلابی که در جریان بود، یه حرکتی نبود که صرفا به زنان اختصاصش بدیم. درسته که در به عنوان پیش قراول ما اونا رو شناختیم، ولی خب اینجوری نبود که صرفا با یه جنبش معرفی بشه. ما پیش زمینه و یا بنیادهای این خیزش رو اگه بررسی کنیم، مثلا سالها قبل از اون ما حرکت طبقه کارگر رو دیدیم که به جنبش گرسنگان مشهور شد، جنبش معلمین رو داشتیم که چقدر در سطح وسیعی اومدن جلو، جنبش دانشجویی رو داشتیم، جنبش محیط زیست رو داشتیم. یعنی طوری نیست که صرفا ما جنبش زنان رو در این خیزش انقلابی دیده باشیم. من فکر میکنم یک نوعی از جنبش های اجتماعی در صحنه بودن، ولی خب متاسفانه نسبت به طبقه کارگر شاید این نقد وارد باشه که دلیلش اونم برمیگرده به وضعیت و معیشت اقتصادی کارگرها که نمیتونن مثلا در این وضعیت کارخانه و یا مثلا محیط های کاریشون رو به مدت زمان های زیادی بخوان مثلا اعتصاب کنن و یا فلان. ولی خب همه جنبش ها به نوعی در این خیزش انقلابی حالا کم یا زیاد دخیل بودن از نظر من. من اینجا یه چیزی رو که فکر میکنم، ببینین ما تقریبا 143 یا 145 کشور در جهان داریم که جمهوری اسلامی از نظر فقر جز 5 کشور آخر جهان قرار داره، و اصولا هر کشوری که فقر وجود داشته باشه، ما میتونیم اولین گروهی که دوش ضربه میبینن و اولین گروهی که در این گروه قرار میگیرن زنان اون جامعه هستن. یعنی درسته که این جنبش نقش زنان خیلی زیاد بوده درش، ولی این جدا از اون فقر نیست، جدا از اون مسئله مبارزه طبقاتی نیست. یعنی ما نمیتونیم جنبش زنان رو از مبارزه طبقاتی اصلا جدا کنیم به نظرم. یعنی حتی وقتی من دارم نسبت به جنبش زنان نظر میدم، نمیتونم این جنبش رو، یعنی بگم زنان فقط خاص یک گروه خاص اومدن این جنبش رو تشکیل دادن. ما داریم عملا میبینیم که اکثریت این زنان، زنان تحصیل کرده، دانشجویانی که بودن، دانشجویانی که دقیقا عنوان میکردن که ما از پدران کارگریم، یعنی از خانواده کارگریم، در نتیجه خودش مشخصه که
این مبارزه با اون شعارهایی که پروین مطرح کرده، شعاراش کاملا مشخص بود، شعارهای طبقاتی بود، یعنی اصلا شعارهایی نبود که صرفا بخواد مثلا بیاد صرف حجاب بخواد مطرح کنه. با تمام این مسئله من اینجا یه سوالی رو که برام مطرح میشه، این که آیا اگه پروین تو با مثلا تجربه‌ای که از قبلم داری، فکر میکنی آیا این انقلاب پیروز، اصلا فکر کن که انقلابی صورت میگیره، این خیزش انقلابی به انقلابی تبدیل میشه، انقلابی صورت میگیره، این نظام حکومت جمهوری اسلامی کاملا از بین میره، آیا قوانین آپارتاید در اون جامعه واقعا از بین میره؟ بستگی داره چه انقلابی اتفاق بیفته. برای ما کمونیست های کارگری اولین هدفمون اینه که به محض اینکه قدرت در ایران، قدرت سرمایه‌داری در ایران، به شرطی که گفتم قدرت سرمایه‌داری در ایران سقوط کنه و حتی در این مرحله بینابینی هم قرار بگیریم، اول اینه که خواست آزادی بی قید و شرط زنان رو، پرچمش رو بالا ببریم، شوخی نداریم. و من تمام صحبتایم که کردم این بود که ما میبینه اون چیزی که باعث شده که به اصطلاح این جنبش انقدر، این خیزش اخیر بویشه و خیزش های بعدی هم به درستی و روشنی شعاراشون رو نشون دادن، این یه خیزشیه بر علیه فقر، بر علیه تنگدستی و برای یک جامعه بهتر. تمام شعارها، زنده باد سوسیالیسم اولین بار در خیزش اخیر از شهر کوچیکی در کردستان به اسم دیواندره اومد، اونجا پرچمش بلند شد و بعد در جاهای دیگه تکرار شد. این انقلاب به شدت رادیکاله، به شدت چپه، در نتیجه اگر برای همینه که گروه های راست رو تونست در این دوره اتفاقا ایزوله کنه و به عقب برونه. اگر این قدرت سقوط کنه و ما بتونیم کمونیسم و سوسیالیسم پیروز بشه، باید، این باید، بایستی همون فردا این پیروزی پرچم آزادی و برابری بی قید و شرط همه آحاد جامعه رو بارا ببره، در غیر این صورت شکست میخوره. به این لحاظ میگم تمام آحاد جامعه، چه زن و مرد، قوانین آپارتاید جنسی با جمهوری اسلامی باید بره، باید از بین ببره. طبعا یه دوره خواهد بود که دوره‌ای که مقاومت سنت‌های عقب مونده و عادت‌ها و باورهای عقب مونده خواهد بود که اون دیگه به اون دوره انقلابی برمیگرده که چجوری از اینا عبور کنه. ولی ما کمونیستا و جریان سوسیالیستی که در ایران پیروز میشه، ما این رو تو برنامه یک دنیای بهترمون به روشنی گفتیم ما تلاش خواهیم کرد از آزادی زن و برابری زن و آزادی تمام آحاد جامعه با تمام قدرت پشتیبانی کنیم و تلاش کنیم که به اصطلاح آزادی زن به یه واقعیت جامعه ایران تبدیل بشه. باید دید، گفتم الان ممکنه این یه شعار باشه، ولی این ما سالهای سال در برنامه‌مون هست و من اخیرا توی مصاحبه گفتم مسئله من این نیست که زنی چه کسی توی ایران حجاب داره یا نداره. من نمیرم حجاب از سر کسی بکشم یا نمیرم به زور فلان زن رو بیارم بگم شما چرا حجاب داری. من از این که حجاب یک پوشش اجباری و اسلامی باشه به شدت باش مخالفت میکنم و برای کودکان زیر 16 سال این رو ممنوع اعلام میکنم. ولی اگه کسی بخواد حجاب سرش بکنه مسئله خودشه، به من ربط نداره. ولی در مجامع رسمی، در ادارات، در آموزش و پرورش باید ممنوعش کرد. به این شکل ما میتونیم باهاش مقابله کنیم. باید در تمام جاهایی که مذهب تلاش میکنه جامعه رو به انقیاد بکشه، باید همه اینا رو ممنوع کرد. هر کس که مذهبیه بره به خونه خودش هر کاری که دوست داره بکنه، ولی برای ما خط قرمز کودکان هستن. در نتیجه اجازه نمیدیم که کودکان رو با مزخرفات مذهبی و با
عقاید پوچ مذهبی مغزشون رو پر کنیم. به این شکل ما میتونیم به اصطلاح یه مبارزه رو پیش ببریم بر علیه هم گفتم سنت های عقب مونده و باورهای عقب مونده که در همه جوامع هست و به ویژه در جامعه ایران که از دوره روشنگری، از دوره مشروطه به بعد جامعه ایران تلاش کرده که با اسلام تقابل کنه، ولی هر دوری به یه علتی شکست خورده و عقب نشینی کرده. تجدد و مدرنیتت عقب نشینی کرده و یه دوره دیگه بهش تحمیل شده. در نتیجه این یه مبارزه بوده که 100 سال، بیشتر از 150 سال در جامعه ایران وجود داره. منتها و میبینیم در دوره‌ای که الانم پهلویچی ها خیلی بهش افتخار میکنن، زنا همچی آزادی بی قید و شرط نداشتن. ولی به این لحاظ میگم که فقط در جامعه ایران زمانی میتونیم ما موفقیت کامل رو به دست بیاریم که پرچم سوسیالیسم به عنوان به اصطلاح پیروزی در جامعه ایران بلند بشه و بعد گام های بعدی رو بتونیم برداریم. البته که سوسیالیسم هم نتونه زنان از آشپزخونه بکشه بیرون طبق گفته لنین، اون سوسیالیسم نخواهد بود و مطمئنا با شکست مواجه میشه اونجور که مطرح کردین. اصلی نظر شما در این مورد چیه؟ چون زمانم چیزه، میخوام نظر خودتو بدونم که چه فکر میکنی؟ آیا این آپارتاید باقی میمونه یا نه؟ چگونه زنان چه باید بکنن؟ منم مختصر بگم، واقعیتش برمیگرده به اون قدرت سیاسی که قراره در آینده بر سر کار باشه. خب اون قدرت سیاسی نمیتونه با این همه مخالفت و اعتراضی که زنان الان شاهدش بودیم مقابله کنه. اگه دوباره حکومتی بیاد سر کار، ضد زن باشه، ایدولوژی زن ستیزانه ای رو اجرا کنه، قوانینش از مذهب پیروی کنه، خب مسلماً دوباره به شکست میانجامه. و حتی در خود الان هم ما نیروهای حتی راست، اونایی که باوری به برابری و مسئله اصلا زن ندارن، به یه نوعی مثل یک دستاویز از مسئله زن استفاده میکنن، ازش استفاده میکنن برای مطرح شدن خودشون حتی در این مقطع هم. خب در آینده هم به نظر من اون جریان، اون سازمان، حزب یا هر قدرتی که بر سر کار بیاد، موفقیت با اونه که مسئله برابری و آزادی زنان رو در اولویت و در محور مطالبات خودش قرار داده باشه، نه اینکه به فردای سوسیالیسم. خب منم به این تقریبا باور ندارم، همه چیز رو به اون موقع موکول کنیم. البته این داخل پرانتز باشه، مسئله فرهنگی بسیار مهمه. اگه انقلاب هم صورت نگیره، به نظرم این فرهنگ پدر سالاری و مرد سالاری که در جامعه سالها حکومت سعی کرده که به نوعی در جامعه اون رو رواج بده، بسیار کار مشکلی هستش. به نظرم در این رابطه باید نیروهای چپ و سوسیالیست بیشتر کار کنن. مرسی. من فقط آخرین سوالم رو مطرح میکنم، چون دلم نمیاد که واقعا چیز کنم و زمان ما بسیار محدوده. یعنی مسئله اون سوال اصلی من که مطرح کرده بودین، که خب پروین بهش جواب داده بود که جنبش زنان به تنهایی نمیتونه در واقع پیروزی رو به دست بیاره، این جنبش باید اونجوری که من از صحبتات اون پروین جا فهمیدم باید در کنار دیگر جنبش ها قرار بگیره و بتونه به پیروزی برسه، و خود طبقه کارگرم در واقعیت هم باید جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش معلمین، جنبش بازنشستگان، همه اونا خودشون کارگرن، اونا رو در درون خودش بکشونه و بتونه در پیوند تنگاتنگ با همدیگه، اصلا جنبش محیط زیست، اینا باید در کنار همدیگه قرار بگیرن، در پیوند تنگاتنگ با هم بتونن به پیروزی برسن. ولی من این روزای سوالایی که مطرح میشه و خیلی صحبتهای مصاحبه هایی رو که گوش میکنم، ذهن من رو به خودش گرفته و دوست دارم حتما از ذهن شما بشنوم، ایده به تقسیم بندی نسلا به آلفا بتا نمیدونم ایکس پرداختن، یعنی هی سعی میکنن نسل ایکس، نسل آلفا، نسل زد مطرح کنن،
که این در واقع تقسیم بندی که سازمان ملل در ارتباط با سال 2021 بود فکر کنم این مسئله رو مطرح کرد که از این سن تا این سن مثلا در گروه X قرار می گیرن، Z قرار می گیرن. شما با این تقسیم بندی موافقین یا نه؟ من جواب بدم. ببینید خاصیت جنبش های انقلابی این استش که همه این محاسبات که سازمان ملل و نمیدونم سازمان سنجش فلان و اینا رو هم به هم میزنه. اتفاقا این خیزش اخیر انقلاب ایران همه اینا رو برباد داد و ما دیدیم که جوانا چجوری اومدن به میدون و دیدیم که خانواده های اینا با این وضعیت چجوری برخورد کردن. شما فقط تصورش رو بکنین که وقتی محمد مهدی کرمی گفت به مادرم نگو من حکم اعدام گرفتم، امروز پدرش این رو روی بازوی خودش نوشته. در نتیجه اینا به نظر من بازی های بین المللیه که همین سازمان های بین المللی که متخصص به بیراه بردن جریانات انقلابی و خیزش های انقلابی در دنیا هستن چیز میکنن. طبعا این نسلی که این دوره در خیابون بود یه نسلیه که به شدت با دنیای خارج از خودش ارتباط داره، نشون داد ارتباط داشته، نشون داد که اون چند سالی که پشت کامپیوترهای خونهشون نشستن که درس بخونن و اوقات بیکاریشون رو در دوره کرونا تنها بگذرونن با دنیا چجوری ارتباط پیدا کردن. همه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای اینکه فیلتر کنه اینترنت رو در ایران به شکست کشوندن و این نسل بود که اومد توی این نسلی که خودش رو جزی از جامعه بشری و جامعه انسانی و جامعه مدرن امروز انسانی میدونه. در نتیجه اتفاقا جواب من اینه که این حرفای پوچی که اینا تلاش میکنن به وجود بیارن. طبعا من از نظر نسلی با فرزندانم تفاوت دارم و یا با اون جوان 18-19 ساله‌ای که امروز در ایران در خیابون‌ها قتل عام میشه و ولی بستگی داره که جامعه چه آمار رو جنبش‌های انقلابی چه آمار و چه در واقع پرسپکتیوی میتونم بگم در مقابل خودش قرار بده و من فکر میکنم اون چیزی که در مقابل جامعه ایران قرار داده مبارزه برای رهایی و برابری، مبارزه برای زندگی انسانیه و مبارزه برای اینکه که کسی شب گرسنه سرشو نذاره زمین و این یه چیزی که همه در اون توافق دارن، چه جوان زدی باشه و یا چه پدر مسن و میانسالی که و یا مادری که شاید اصلا استفاده از سوسیال مدیا رو هم ندونه، ولی همه اینا در این توافق دارن جمهوری اسلامی جنایتکاره و باید سرنگون بشه. مرسی. اصلین نظر شما رو در این مورد میپرسم که نسل جوانتری هستی. حتما. واقعیتش من هم خب بر این تقسیم بندی زیاد موافق نیستم، فقط از یک نظر ممکنه این تقسیم بندی صورت بگیره، اونم اینه که خب همونطوری که خانم کابولی اشاره کردن، این که نسل جوان به اصطلاح دهه 80 یا 70 از لحاظ تکنولوژی و ارتباط با دنیای خارج از خودش رو خیلی فراگیرتر و در سطح بسیار گسترده تری الان میدونه، حالا به دلیل اینکه کرونا بود یا هر دلیل دیگه که داره. تنها از این جنبه ما میتونیم این بر طبق این دسته‌بندی ما بهش اتکا کنیم و یا ازش صحبت کنیم، وگرنه خب همین بچه هایی که الان در صف مقدم اعتراضات بودن و گلوله به سینه هاشون خورد، همین ها پرورش یافته همون پدر و مادرایی هستن که سالها قبل مبارزه کردن، پرورش یافته همون معلمینی هستن که الان توی زندان هستن. یعنی نمیشه اینا رو تفکیک کرد از همدیگه و یه حالتیه که زنجیروار تمام جامعه در ارتباطن با هم، حالا به نسبت محیط و یا جغرافیایی که هستن، به نسبت طبقهی که درش هستن،
خب اینا رو باید از همدیگه تفکیک کرد، وگرنه کل جامعه به نظر من در این مقطع به جز 1% که خود حکومتی ها هستن علیه جمهوری اسلامی هستن و فکر میکنم به پیروزی هم خواهند رسید. سپاس از هر دوتون که در این گفتگو شرکت کردین و سپاس از بینندگان تلویزیون برابری. به امید دیدار. متشکرم منم. سپاسگزارم. شبتون بخیر. شب بخیر.